گوراب اوستیود که در روسیه با یکی از طرفدارانش در حال عکس گرفتن بود، حرکت دستش مورد انتقاد شدیدی واقع شد. او را که در مقابل این هوادار خودش رفتار بسیار صمیمانه‌ای داشت، موهای طرفدارش را نوازش کرد. مردم به این حد زیاد صمیمیتی که بوراک به طرفدارش نشون داد واکنش شدیدی نشون دادند و اون مورد انتقاد شدید مردم ترکیه و رسانه‌ها قرار گرفت. این خبر به سرعت در تمام رسانه‌های ترکیه و روسیه وایرال شد و به قول معروف در کسری از ثانیه بوراک زیر رگبار انتقاد مردم قرار گرفت. عده‌ای اعلام کردند که بوراک در حال خیانت به فاهی اوجنه و عده دیگر این رفتار بوراک رو نسبت به هوادار زنش عادی دونستن و عده نیز گفتن بوراک اصلا متوجه رفتاری که داشته نبوده. اما هشتگ بزار فاهی نبینه به سرعت در فضای مجازی پخش شد و بوراک اوستیود از واکنش همسرش فاهی اوجن به شدت شوکه شد. به نظرتون واکنش فاریه به خبر خیانت بوراک به اون چی میتونه باشه؟ با ما همراه باشید تا از جزئیات خبر مطلع شید. قبل از شروع اگر از طرفداران و دوستداران اخبار و حواشی بازیگران ترک و سریال های جدید ترکی هستید، با سابسکرایب کردن کانال عضو کانال ترک میدیا شید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا پیامک گذاشتن ویدیوهای بعدی براتون ارسال شه. با لایک کردن ویدیو و گذاشتن کامنت های خودتون در قسمت نظرات حمایت خودتون رو از زوج محبوب بوراک و فاهریه به ما نشون بدید. بوراک اوستیود کیه و چرا این همه در ترکیه و سایر کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی آمریکایی محبوبیت و طرفدار داره؟ بوراک اوستیود زاده استانبول ترکیه در 3 دی ماه 1363 که برابر با 24 دسامبر 1984، اما اصالتاً بوراک اهل استان قازیانتب در جنوب ترکیه است و میتونیم بگیم بوراک قازیانتبیه. اون در خانواده با 2 خواهر و 1 برادر بزرگتر از خودش متولد شد. پدرش مهندس دریا و مادرش خانه‌دار بود. پدر بوراک بولند اوستیود و مادرش جیهان اوستیود نام داشت. اون مدرک لیسانس رو از رشته عکاسی از دانشگاه مرمره استانبول دریافت کرد و در سال 2003 در سن 19 سالگی با شرکت در مسابقه بهترین مدل ترکیه به عنوان مدلی که امیدبخش آینده درخشانی انتخاب شد. سپس کار خودش رو با آژانس مدلینگ بسیار معروفی در ترکیه آغاز کرد و قدم در این راه گذاشت. اون در سال 2005 بار دیگه در مسابقه مدلینگ شرکت کرده و مقام اول رو به خودش اختصاص داد. بوراک پس از کسب عنوان بهترین مدل ترکیه در سال 2005 به مسابقات بهترین مدل دنیا راه پیدا کرد و مقام دوم جهانی رو در این مسابقه به دست آورد. همچنین اون در این رقابت لقب آقای طلایی رو از آن خودش کرد. همین باعث دعوت بوراک به بازی در تیزرهای تبلیغاتی و سپس سریالهای ترکی و فیلمهای ترکی در ترکیه شد. و بوراک بسیار مورد توجه فیلمسازان ترکیه قرار گرفت. اون برای اولین بار با سریال منفی 18 پا به عرصه بازیگری گذاشت. بوراک در سال 2011 تا 2013 در سریال حریم سلطان به عنوان شخصیت بالی خان به شهرت و طرفداراش افزود. اون با این سریال در کشورهای مختلف به شهرت رسید و میلیون ها طرفدار پیدا کرد. پس از این سریال بود که در سریال چکاوک با فاهری اوجن آشنا شد. اون قبل از ازدواجش با فاهری با زینب در سال 2004 وارد رابطه عاشقانه ای شد و این رابطه خیلی خوب هم پیش می رفت. تا سال 2009 رابطه عاشقانه اونا ادامه داد. ولی طولی نکشید که بعد 2 سال رابطه عاشقانه اونا از هم جدا شدن. در سال بعد در سال 2007 بوراک در سریال تلویزیونی شوهر زورکی با ازلم الماس بازیگر ترکی آشنا شد. اونا با هم پارتنر بودن. در طول پخش سریال بوراک و ازلم به هم علاقمند شدن و وارد رابطه عاشقانه با هم شدن و این رابطه نیز تا سال 2009 طول کشید. بوراک و ازلم در سال 2009 کات کردند.
همون سال 2009 براق با ابروسم که یه مدل زیبای ترکیه‌ای آشنا میشه و با هم دوست میشن. اما رابطه براق با ابرو تنها یه سال طول میکشه و بعد یه سال از هم جدا میشن. اون پس از جدایی از ابرو با مربی بلور، بازیگر و مدل ترکیه‌ای، در سال 2010 وارد رابطه میشه و همون سال دوباره از اون هم جدا میشه. از سال 2010 تا 2011 براق با باشا گوزین رابطه عاشقانه داشت، اما این رابطه نیز یک سال بعد تموم شد. در سال 2011 وقتی درست در سن 27 سالگی بود با یه مدل ترکیه‌ای به نام دیلان چاپا وارد رابطه شد، اما رابطه اونا بازم دوامی نداشت و سه سال بعد سال 2014 از هم جدا شدن. در نهایت براق با عشق آخرش فاهری اوجن در سریال چکاوک آشنا شد و گفته شده در این سریال که اونا عاشق هم شدن. و بالاخره براق تصمیم میگیره با فاهری ازدواج کنه. در سال 2017 اونا پس از مدتی رابطه عاشقانه عروسی کردن و زندگی زناشوییشون رو شروع کردن. اما حواشی خیانت‌های براق و روابط متعدد اون همچنان پس از ازدواجش نیز ادامه پیدا کرد. برای مثال با بازی براق و نسلیهان در سریال کارا سودا جنجال زیادی به پا شد. درگیری به پشت صحنه و نزاع فیزیکی همسر نسلیهان کادی دوغلو با براق نیز کشیده شد و در فضای مجازی اعلام شد براق و نسلیهان وارد رابطه عاشقانه شدن و به فاهری و کادیر خیانت کردند. همین باعث حسادت‌های فاهری و کادیر به نسلیهان و براق میشه و درگیری های مداومی پیدا می کنن. کارگردان سریال تصمیم می گیره سریال رو با اینکه ریتینگ خیلی خوبی داشت با یه پایان آبکی تموم کنه. اما در سریال قیام عثمان نیز وقتی براق با اوزگ بازیگر نقش بالا خاتون آشنا میشه و پارتنر عشقی هم در سریال میشن، حواشی خیانت براق با فهری دوباره شروع میشه. و حتی در فضای مجازی نیز گفته شده براق میخواد فاریه رو طلاق بده. براق این شایعات رو تکذیب کرد و گفت این همش حواشی که خبرنگارا براش به وجود آوردن. حتی در حواشی که به رابطه براق با مدل ایرانی مهلقا جابری نیز منتشر شد، این بار فاهری و براق جلوی دوربین خبرنگارا از اونا خواستن به این شایعات پایان بدن. ظاهرا خبرنگارا و عکاسا از اون موقع به بعد سوژه جدیدی برای براق پیدا نکردن و براق سعی میکرد جانب احتیاط رو خیلی خوب رعایت کنه و مدتی قبل هم که یکی از طرفدارای براق موقع عکس گرفتن از براق خواست با گرفتن انگشتانش کنار دست اون شکل قلب رو به تصویر بکشن و با هم عکس بگیرن، براق خواسته اون خانم رو در صورتی که محجبه هم بود رد کرد و آتوی دست خبرنگاران نداد. زندگی زناشویی اونا با احتیاط‌های فاهری و براق خیلی خوب پیش می‌رفت که روز گذشته هشتگ بزار فاهری نبینه با سوژه‌ای که عکاسا و خبرنگارا از براق در روسیه گیر آوردن به سرعت پخش شد و در این کلیپ براق رو می‌بینیم که در کنار یکی از هوادارهای خانم در حال عکس گرفتنه و همزمان نوازش موهای اون خانم رو توسط براق استیود می‌بینیم. خبرنگارا اعلام کردن براق از قصد این کارو کرده و انتقاد و واکنش شدیدی از سمت مردم و رسانه‌ها به براق شد. سپس شایعات حواشی بعدی از واکنش شدید فاری پخش شد و گفته شد فاری این بار با چشمای خودش دید که براق داره بهش نارو میزنه و هشتگ نباید فاری ببینه حسابی قوقا به پا کرد. اینطور که به نظر میرسه این بار اخبار نسلیهان در حاشیه قرار میگیره و این زندگی فاهری است که تا هفته ها مورد توجه شدید رسانه ها قرار میگیره و ظاهرا این خبر با این هشتگ به پایان نمیرسه و همچنان ادامه داره و معلوم نیست چه پایان برای رابطه فاهری اوجه و براق اوسیود در راهه. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه ما بودید. شما نیز نظراتتون راجع به حواشی زندگی براق و فاهری برامون بنویسید و برای حمایت از کانال ویدیو رو لایک کنید.